از اینجا میخوام به همه زنان قهرمانم در ایران که شعله مقاومت رو با پایداری خودشون در ایران زنده نگه داشتن درود و سلام بفرستم. همینطور میخوام از زنان قهرمانی که در خارج کشور، کشورهای سراسر دنیا با اعتصاب و تأثیر خودشون ندای مظلومیت اشرف رو به دنیا میرسونن و از جسم و جان و همه زندگیشون دارن مایه میذارن سلام و درود بفرستم و ازتون تقدیر کنم. بدونین که ما هم اینجا در اعتصاب لحظه لحظه با شما، شما زنان دلاور در کشورهای خارج بگم مقاومت کنین، ایستادگی کنین. ما هم اینجا ایستادیم تا به همه خواسته هامون برسیم. بیچاره شب پرستا که فکر میکردن از 30 سال پیش که هر زن مجاهدی رو که به خاک بندازن دیگه شعله و نطفه مقاومت خاموش میشه، الان خوبه به چشم ببینن که ما به ازای هر کدوم از اونها 1000 زن مجاهد دلیر و قهرمانتر در ایران و در سراسر دنیا به پا خواستن و این پرچم مقاومت رو به دست گرفتن. مطمئن باشین که همه ما با هم میتونیم و باید که پیروز بشیم. موفق باشیم. من از شهر شرف اشرف میخواستم از طرف خودم و همه خواهرها و برادرهای اعتصابی از شما تشکر کنم. واقعا دست مریزاد. من مطمئنم و بهتون اطمینان میدم که ما پیروز میشیم، چرا که این همه ایثار و این همه فداکاری در اشرف و همه از طرف همه هموطنان در ایران و شما یاران مقاومت که همیشه با سازمان هستید و با فرزندان دلیرتون هستید، هر جا نیاز به حمایت باشه پشتشون هستید. و به خصوص تشکر میکنم به خاطر این هفته همبستگی با زنان قهرمان اشرف، دست خواهران عزیزم که در اعتصاب قضا و تحصن در همه دنیا هستند از اینجا میفشارم. بر صورت‌های تکیده اعتصابیون به خواهرای اعتصابیونم رو بوسه میزنم. قلب ما با شماست، اخبارتون رو دنبال میکنیم. مواظب خودتون باشید، ما پیروز میشیم، چرا که خواهر مریم در پیامش گفت آخوندها از اون جایی میخورند که حتی به حسابش نمی آوردن. من میخواستم از هفته همبستگی برای زنان اشرف از کلیه خواهرانم تو ایران و کشورهای مختلف تشکر بکنم. و باید بدونیم که رژیم خمینی و مشخصا خامنه ای و ملاها حتما به دست همین زنان سرنگون خواهند شد، همونطور که الان تلسم ولی فقیه ارتجا شکسته و ما خواهرانمون رو تو تهران میبینیم که پیشتاز این قیام اخیر بودن. با امید به پیروزی هرچی سریعتر، ما تا آخرین روز و تا رسیدن به و تا تحقق کلیه خواسته هایمون و اعتصاب خودمون در اشرف ادامه میدیم. سلام به همه خواهران عزیز و پشتیبانان مقاومت در خارج از کشور که در تلاش برای برگزاری هفته همبستگی با 1000 زن اشرف هستم. میخواستم بگم ما اینجا در جریان همه تلاش ها و فعالیت های شما در نقاط مختلف دنیا هستیم و واقعا به داشتن چنین خواهران و چنین پشتیبانانی به خودمون میبالیم
و مطمئنیم که این تلاش ها به زودی زود منجر به این خواهد شد که ما به خواسته هامون برسیم. میخواستم بگم رفتاری که در اشرف با زنان مجاهد شد و جدا از رفتاری که الان در زندان های رژیم آخوندی با تمام زنان و مردان آزاده که دستگیر میشن جدا از هم نیستن، کمان که اخباری که شما الان میشنوین و رفتاری که با زنها در زندانهای رژیم آخوندی الان داره میشه طوری هستش که خود سران سابق رژیم اومدن و دارن بهش اذعان میکنن و ازش ابراز شرمساری میکنن. میخواستم بگم علارغم همه اینها با تلاش و کوشش و شما که پژواک صدای ما در خارج هستین هستش که ما به زودی زود این رژیم رو سرنگون میکنیم و ایران و مردم ایران روی آزادی، دموکراسی و برابری رو خواهند دید. موفق باشید. در رابطه با هفته همبستگی با زنان، با هزار زن قهرمان شهر اشرف، میخواستم از کلیه زنان قهرمانمون در خارج کشور، در آمریکا و اروپا که در همبستگی با ما اعتصاب غذا کردن و تا الان پایداری میکنن نهایت تشکر خودم بکنم و بهشون بگم که شما واقعا مایه غرور و افتخار ما هستین که الان دارین از جسم و جان خودتون مایه میذارین و در حمایت از ما کار میکنه. و همچنین به زنان قهرمانمون در داخل کشور در شکنجهگاه های اوین و 209 که در زیر شکنجه های پاسداران مقاومت میکنن و همچنین زنان قهرمانمون در قیام ها که من تصاویرشون از تلویزیون دیدم و همواره به خودم میبالم که بعد از این همه سال ما یک چنین زنانی داریم که اینجور پیشتاز قیام در ایران هستن و بهشون بگم که ما همه با هم هستیم و مطمئن باشین که ما در این جنبش و قیام خودمون پیروز خواهیم شد.